سلام به همگی، آتی هستم، مربی بدنسازی و تغذیه سالم. به یکی دیگه از برنامه‌های خوراکی سالم خیلی خیلی خوش اومدین. امیدوارم که تا به اینجای کار از برنامه‌ها لذت برده باشین و تونسته باشین این رسیپی‌های سالم و خوشمزه رو توی برنامه غذاییتون بگنجونین و از برنامه‌ها لذت برده باشین و استفاده بکنین و اینکه بتونین از نکته‌های سلامتی که باهاتون در میون می‌ذارم هم استفاده کنین. مثل اون نکته مهمی که همه عادت‌های ما باید از عادت‌های کوچیک شروع بشه و بعد به عادت‌های بزرگ برسه و موفقیت‌های بزرگتر. عادت‌های کوچیکی مثل جایگزین کردن یک سری از چیزهایی که توی آشپزخونه یا توی کابینت‌های ما هست با جایگزین سلامتش. مثلا نمک. نمک سفید، به جای نمک سفید میتونین از نمک صورتی هیمالیا استفاده کنین. من خودم تمام آشپزیامو با نمک صورتی انجام میدم، یا نمک دریایی، و یا به جای شکر معمولی شکر سفید میتونین از شکر نارگیل استفاده کنین که یه جایگزین سلامت تریه. البته مقدار زیاد هر کدوم این هم خوب نیست، اما در هر صورت این مواد به شما مواد معدنی لازم رو هم به بدنتون میرسونن. و یا اینکه به جای روغن‌های گیاهی معمولی آفتابگردون یا کنولا و بقیه، از روغن زیتون و یا روغن آووکادو استفاده کنین و سعی کنین تمام این مواد رو توی کابینتاتون جایگزین کنین تا به مرور زمان این عادت براتون جا بیفته. و خیلی چیزهای دیگر رو میتونین جایگزین کنین که من در طول زمان طول برنامه هام بهتون حتما میگم. امروز میخوایم با همدیگه حلوا درست کنیم، یه حلوای سلامت. تا حالا فکرش کرده بودین که بتونین حلوا بخورین بدون اینکه نگران شکرش یا نگران این باشین که یک غذای ناسالمه؟ و بهتون قول میدم که طعمش هم کاملا شبیه همونه، هیچ فرقی نمیکنه. در واقع من توی این حلوا دارم از آرد سپلت استفاده میکنم به جای آرد معمولی گندم، که برای کسایی که گلوتن اینتولرنت هستن یا گلوتن مصرف نمیکنن هم مناسبه. و به جای شکر دارم از شکر نارگیل استفاده میکنم. بقیه چیز هم که سر جاشونه و طبق معمول درست کردن یه حلوای معمولی پیش میره. بدون هیچ معطلی بریم سراغ حلوای سلامت و خوشمزه امروزمون. خب مواد اولیه‌مون شکر نارگیل داریم که شبیه شکر قهوه‌ایه ولی مواد معدنی بیشتری داره. زعفرون داریم، آرد، گلاب، هل، بادوم. اولین کاری که می‌کنیم می‌خوایم آردمون رو الگ کنیم توی ماهیتابه تا ناخالصی‌هاش گرفته بشه و بعد می‌خوایم آرد رو حدود 45 دقیقه یا شاید بیشتر بپزیم تا کاملا بوی خامیش گرفته بشه و اینکه رنگش یه مقدار تغییر کنه. توی ظرف جدا میخوایم شربتمون رو درست کنیم. 2 لیوان آب، شکر نارگیل، من اینجا حدود 100 گرم شکر نارگیل دارم اضافه میکنم به ازای 200 گرم آردمون و اینا رو میخوایم با هم هم بزنیم. نیازی نیست که جوش بیاد. و بعد آردمون هم همچنان بهش سر میزنیم و حواسمون هست که نسوزه. زعفرون دم کردمون رو اضافه میکنیم و هلمونو و گلاب. اینو روی شعله کم میذاریم که کاملا با هم دیگه حل بشن. وقتی که آردمون آماده شد با روغن زیتون میخوایم اینو یک کمی بپزیم. من زیاد آردمو نپختم، برای همین احتمالا رنگ حلوام یک کمی کم رنگ تر میشه، ولی هرچی بیشتر آردو بپزین رنگش تیره تر خواهد شد. بعد از این که روغن اضافه کردیم میخواییم اون شربتمون رو کم کم به آردمون اضافه کنیم و همچنان هم بزنیم. خیلی مهمه که شربت رو کم کم اضافه کنیم و دائما اینو هم بزنیم. من دوباره بقیه شربتم اضافه کردم اینجا و مقدار آخرش هم اضافه کردم و همچنان دارم هم میذارم. اینجا دیگه یه ورزش حسابی جلو بازو پشت بازو شونه میکنیم. وقتی که به این حدی رسید که از کف مایتابه جدا میشه این آماده است. به به، اینم آماده شد. بریم برای دیزاینش. من با هل یه گل خوشگل اون وسط درست کردم و با پره بادوم تزینش کردم.
اینم از حلوای خوشمزه و سلامتمون. اونایی که رژیم گلوتن فری دارن میتونین به جای آرد سپلت از آرد برنج یا آرد گندم سیاه یا چاودار هم استفاده کنین که اینا همه گلوتن فری هستن، ولی من خودم سپلت رو ترجیح میدم به خاطر اون طعم ناتی به قول این بردیا یا اون طعم فندق طوری که داره خیلی خوشمزه است و اینکه رنگش رو هم خیلی دوست دارم. دو تا راه وجود داره برای اینکه بتونین رنگش رو تیره‌تر کنین، یا اینکه میتونین آردتون رو بیشتر بپزین، و یا اینکه میتونین از پودر کاکائو استفاده کنین که یه رنگ شکلاتی هم بگیره. امیدوارم که لذت برده باشین. اینم یه دسر یا ایده دیگه برای یه دسر خوشمزه و شیرین که میتونین جایگزین دسرهای ناسالم تر بکنین. امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما نظرات و پیشنهاداتتون رو توی پیج CNG TV و پیج خود من حتما با همون در میون بذارین، و اگه رسیپی دیگه هست که دوست دارین نوع سلامتش رو یاد بگیرین حتما بهمون بگین. امیدوارم که لذت برده باشین و توی برنامه‌های دیگه با من همراه باشین. تا یه برنامه دیگه و یه خوراکی سالم دیگه، دلتون آروم، تنتون سالم.